با تقدیم سلام، خسته نباشید، خوش آمدید به برنامه آشپزی امروز. امروز ما میخواییم که یه غذای کاملا جدید و مزه‌دار بر شما آماده بسازیم. کسی که از طریق 654 تماس گرفته بودن این هم غذای شما خدا کنه یاد بگیریم. مواد بسیار کمی داره و امروز ما میخواییم دلمه بادنجان، البته دلمه مرچ دلمه آماده بسازیم. میریم موادش رو میبینیم و برمیگردیم. گوشت مرغ با دلمه. گوشت مرغ، مرچ دلمه، روغن زیتون، کچالو، زردک، مرچ سیاه، بادنجان رومی، گشنیز، نمک و پنیر. امروز دلمه را که آماده می‌سازیم، طرز آماده ساختنش بسیار ساده و آسان است. یعنی ما میتونیم به بسیار سادگی و آسانی را پخته کنیم، چرا که مواد بسیار کمی ضرورت داره. به راحتی و بسیار خوبی ما میتونیم آمادش کنیم. کمک گوشت مرغ کار داریم، کمک کچالو، کمک زردک، بادنجان رومی، کمک گشنیز، پنیر چی در اگر باشه همیشه، پنیر مزرلا همیشه از این دوزن استفاده میکنیم. مرچ دلمه است، کمک مسالا هم همیشه یک جا میکنیم و خلاص، بالای از بالای دلمه میگذاریم و داخل داش میمونیم تا وقتی که آماده شده. ولی پیش از اینکه ما این کار رو کنیم یا این غذا رو آماده بسازیم، ما ضرورت به یک دیگه داریم که اول باید روغن اضافه کنیم. روشن میکنیم، باید یک کمک از روغن زیتون استفاده کنیم. تا بتونیم خوبتر این غذا را سرخ کنیم، آماده بسازیم. گوشت مرغ را که شما میبینید کمی میده میده میکنیم، داخل روغن سرخ میشه، خلاص کارش میشه تمام و خوبتر آماده میشه. ولی اگر میخوای کمک لعابدار و کمک ترشک و اما تو تمدار باشه، کمک روبه حتیه را داخلش اضافه کنید، چون که روبه حتیه برای لبزی که یک روبه است تم دهنده هم است، چون که یک تم ترش خاص خود داره، رنگ بسیار خوبی داره که هر غذایی را آماده بسازیم همقدر خوب و مزه‌دار آمادش میکنه. ما کچولی را که ما میخواییم آماده بسازیم همین رقم کمک میدهش میکنیم به اندازه و پس دوباره به شکل خلالی آمادش میکنیم. به شکل خلالی آماده میشه، پس بعد از اینکه به شکل خلالی آماده ساختیم دیگه میده میدهش میکنیم تا خوب میده میده شد، تا وقت روغن هم داغ میشه و کچالو را داخلش اضافه میکنیم. میبینی که به این اندازه خرد خردش میکنیم. همین اندازه شد، روغنم داغ است و کچالو را داخل دیگه اضافه میکنیم تا خوبتر سرخ شد، تا خوبتر آماده شد، کمک نرم کنه، رنگ بکشه. همین رقم آمادش کنیم. خب چی بهتر که همراه با روغن زیتون آماده شود. بسیار خوب میشه. اصلا روغن زیتون، خب روغن ها در مجموع، ما نمیگیم زیتون ضرر نداره، روغن ها در مجموع همش ضرر داره، ولی زیتون با ضررش کمتر است، فایدش بهتر است، زیادتر است، پس زیتون استفاده میکنیم. و اگر امکانات شما داشته باشی از روغن های وطنی استفاده کنی بسیار خوب میشه، که از روغن کنجد است، پنبه دانه است و یا سیخیر است. روغن های زیتونی که در طرف ننگرهار می باشه میتونه که از او استفاده کنه، که از این روغن های زیتونی که در بازار است از این کار بهتر و خوبتر است. خب کچولو رو اضافه کردیم، زردکی که ضرورت داریم گفتیم که زردک هم همونطور مثل کچولو هم بعدا می سازیم. رنگ خوبی رو برای خود بگیره و آمادش کنیم. کچولو همه قدر کافی است. از اینکه در دیگه زیادتر سرخش هم نمیکنیم، با سرخ میشه، آیسته است نرم میشه، ولی از اینکه زیادتر داخل روغن میرخم بطنه نمیگذاریم، چرا که باز رنگ خود تغییر میده و خوشکک میسازه خود، که ما نمیخواییم روغن خوشکک شد. همین اندازه خوب شد، همین اندازه خوبتر و بهتر میتونیم که با پسیمش و همین رخم مخلوطش میکنیم. خب به این شکل آماده میشه تا
خودتر بهتر آمدش کنیم، خودتر پختش کنیم، باید که سرخ شود. وقتی گوشت سرخ کچالو همراه با زردک آمده شد و سرخ شد، بعدش نوبت گوشت است که گوشت هم داخلش اضافه میکنیم. و تا وقتی که او آماده میشه و خود پخته میکنه و سرخ میشه، ما گوشت باید که برش کنیم و آماده بسازیم. مثل همیشه که ما برای شما گفتیم که گوشت مرغ را که آماده میسازیم باید نازک نازک آماده شود، و در پیش از اینکه نازک نازک آمادهش کنیم باید چربیش دور کنیم. خب حرارت هم کم میکنیم تا وقتی گوشت آماده میشه، باید که حرارتش کم باشه تا خوبتر بهتر آماده شود. و گوشت هم همین رقم به اون شکلی که میخواییم آمادهش میکنیم، اول همین رقم خلالی آماده میشه، نازک نازک برش میکنیم. و همین رقم آهسته آهسته میده میدهش میکنیم که خوبتر آماده شد. و ما اندازه که ما کچالو را آماده ساختیم، زردک آماده ساختیم، باید که اینا را هم آماده کنیم. خب این گوشت همین رقم میده میکنیم و پس دوباره به شکل میگذاریمش و باز هم ادامه میدیم تا به شکل بسیار خرد خرد و میده میده شود. اگر میخواید زیاد زیادتر میده شود، شما میتونید از ماشین کوفته بیرونش کنید، یعنی داخل میکسر همیشه که اضافهش کنید با یک دو الی سه چهار چرخی که باشه میتونید که خوبتر آمادش کنید. و گوشت ما خود به می اندازه آماده ساخته میریم، یک وقفه میگیریم و برمیگردیم. با شما هستم دوست عزیز، بخش دوم برنامه است. در این قسمت شما میتونید پیام‌ها و نظرات نیک شما رو ما بگیریم، یعنی با 654 تماس گرفته کلید 4 با تقریبش باز هم کلید 4 دور کنیم و بعد از بیپ میتونید پیامتان رو بگذارید. و همچنان میتونید به مینیم مسیج تان رفته 44 نوشته با تقریبش پیام خود داشته باشه، نظرات نیک تان داشته باشه، غذا خوب و مزه‌دار که خودتان میخواید ما براتون آماده بسازیم او رو بنویسید و با 654 تماس کنید، باز هم به ما میرسه که ما منتظر همون غذاهای شما هستم که کدام غذا رو شما میخواید تا براتون آماده کنیم. خب این هم گوشت که آماده ساختیمش، میده میده شد و به این شکل آماده ساختیم. اینجا از زردک همراه با کچالو هم از دارت پخته شدن است که گوشت رو میخواییم اضافه کنیم. و در این وقتی که گوشت اضافه میکنیم باید متوجهش باشیم تا گوشت با هم نچسبه. و ما میخواییم که همین رقمی که پاش پاشه که چی آماده شد، زردک و کچول آماده شد، اینا هم باید همین رقم پاش پاش آماده شد. و به این شکل مخلوطش میکنیم تا که گوشت پاش پاش کنه. خدا گوشت مرغ که از چسب زیادتری داره نظر به گوشت گاو، وقتی که ما داخل دیگ مندازیمش اگر همش با هم چسبیده باشه زودتر میچسبانه خدا و با هم میگیره خدا. بعض به خاطر اینکه با هم نچسبانه خدا بسته نکنن داخل دیگ اضافه کردیم و مخلوطش کردن میریم تا کمی رنگ بگیره. همون وقتی که رنگ سفید برای خود گرفت آماده شد، اون وقت معلوم میشه که گوشت پخته شده. و بعد از اون که رنگ سفید برای خود گرفت دیگه تشویش از این نمیداشته باشیم که بگیم که این گوشت میچسبه و یا رنگ خود خراب میکنه، چرا که نه خراب میشه نه رنگ خود تغییر میده و نه با هم میچسبه. پس کاملا آماده است و گوشت همین رقم همراه با هم مواد آماده میشه. داخل از این یک کمک مرچ سیاه باید که اضافه کنم یا مرچ سیاه، مسالهش همش کافی است، همه قدر مساله اضافه میکنیم دیگه چیزی نیست. ریحان اگر شما نداشته میتونید از تخم گشنیز یا هر مساله دیگه که در خانه داشته باشی استفاده کنید، ولی بهترش ریحان است به خاطر از اینکه یک طعم و بوی خوبی را برای خود میداشته باشه. خب گوشت هم اضافه کردیم، همه موادش اضافه شد و گفتم براتون که ما بادمجان رومی هم اضافه میکنیم. و برای از اینکه امروز غذای که آماده میسازیم یک لوابک ضرورت داره، یک قورمه‌گک ضرورت داره که بسیار به شکل ساده و آسان باید آماده شود، که قدر زیاد غلیظ هم نباشه و قدر زیاد نرم هم نباشه، باید به اندازه باشه، رنگ بسیار خوبی داشته باشه
و طعمش خپرسان نکنه، باید تمدار باید باشه. بس همراه با ربع حتی آمدش میکنیم که با ربع حتی کار ما بسیار ساده و آسان شده، خصوصا آشپزه که عجله دارن، آشپزه که میخوان که خورمای بسیار خوب و لذیذ آماده بسازن، خصوصا برای بعضی رستورانت های که مکرونی آماده میسازن و برای زو یک خورمای بادنجان رومی ضرورت است، فقط بادنجان میره میده میده کنن و با ربع حتی مخلوط کنید، کمک مرچی و نمک بزنید، خلاص کارش تمام است و یک خورما آماده میشه. خب اینا رو آماده ساختیم، همین رقم ببینید که چه خوب یک رنگ را برای خود گرفته. بادنجان رومیش هم دانه دارد، پیاز اضافه نکردیم، سیر اضافه نکردیم، هیچ چیز دیگه نیست که ضرورت نداریم. اگر شما علاقه داشته میتونید اضافه کنید داخلش، ما خود اضافه نکردیم به خاطر اینکه نمیخوایم حرارت کم کنم، با می حرارت آهسته آهسته آماده میشه و حال نوبت چیسته. خب یک چیز دیگه هم هست که من داخلش کمه که اضافه میکنم، از این گشنیز هم به خاطر رنگ، هم به خاطر طعم و هم به خاطر بویش استفاده میکنیم. و را مخه میده میده زیاد نمیکنیم، فقط همه قدر که یک کمه که توتا توتا شده و داخل از اضافه کنیمش خلاص. باز هم همراه با مواد مخلوطش میکنیم. خب هایست هایست آماده میشه، نوبتش میرسه و پختش میکنیم و رنگ و طعم و بوی بسیار خوبی را برای خود گرفته. زیادتر سبزیجات شده که نرم نکرده خودا، ولی وقتی نرم میشه که داخل داشت اینو میگذاریم. ها اینو ما برای چند دقیقه داخل داشت میگذاریم. داخل داشت به خاطر ازی که مرچ و دولمه خودا کمک نرم بسازه و پنیری که در قسمت بالایش میباشه او کمک آب کنه خودا تا بهتر و خوبتر آماده شده. پیش ازی که ما هم موادش آماده کنیم و داخل داشت بانیم، یک دانه قالب داشت در برد داریم و داشت هم پیش از پیش روشن کردیم. قالب این قسمت میگذاریم، و از مرچ دلمه که استفاده میکنیم، خب یک مرچ دلمه که هست از رنگ سبز و مرچ دلمه است که با رنگ نارنجی و همچنان با رنگ سرخ و زرد و خلاصه مرچ های رنگ رنگی است که شما میتونید استفاده کنید. که ما میخوایم از این مرچ دلمه که رنگ بسیار خوبی داره از این هم استفاده میکنیم. اگر شما از این پیدا کردن تونستید در دکانه که چهار طرف خانه شما از پیدا نمیشه سبز پیدا کنه، فرق نمیکنه، از امرو با سبز هم میتونیم که این غذای مورد علاقه خود آماده بسازیم. و این قسمت های زیره باید برداریم. ها این به شکل یک کاسه گک میشن و پیش از اینکه ما اینا را داخل امو ظرف بگذاریم، ظرفی که ما داخل داشت میگذاریم، اولی را اما که چرت میکنیم به خاطر از این نمیخوایم که همین غذا در قسمت پایین قالب بچسبه. حرارت گاز خاموش میکنیم، یکی آماده شد و این هم نوبت دومش است که دومش هم آماده بسازیم. همین رقم هر قدری که میباشه آمادش میکنیم و گوشت بالاش میگذاریم و خلاص. تا وقتی اینا رو همش آماده میسازیم داخل قالب کار میچینیم، میریم یک وقفه میگیریم و برمیگردیم. با شما هستیم دوست عزیز و بخش سوم برنامه است گوشتایی که آماده ساختیم. همین رقم دو قسمت داخل این مرچ دلمه میگذاریم، همین رقم همه زیر توتا توتا میکنیم، این را همین رقم باید بگذاریم تا خوبتر آماده شن. همراه با قاشق همه موادی که هست داخل دیگ داخل قسمت داخلی از یا با ما اندازه که ضرورت دارن میگذاریم و بعد از اینکه اینا آماده شدن داخل داش میگذاریم. اول پنیر بالاش بگذاریم و بعدش داخل داش.
این شد این قسمت. یک کمی دیگه هم که هست براش میگذاریم و یک دانه دیگه زیر کمک موادش کم است بالا زیر اضافه میکنیم و خلاص شد کارش تمام و هم موادش آماده ساختیم و نوبت میرسه بعد تراشه که باید پنیر رو تراش کنیم بالاش. همین رقم یکم پنیری که ضرورت داره بالاش اضافه میکنیم و خلاص. خب شد تمام. میگذاریمش داخل داش تا وقتی پنیر را آب شود. و یک رنگ بسیار خوبی را برای خود بگیره. هم نرم میشه و هم خوبتر آماده میشه و داشم کمک حرارت شد دخیر میتیم به خاطر که کمک میخوایم زیادتر شد تا زودتر آمادش کنیم و این غذایی که آماده شد کاملا اینا رو قسمت میگذاریم و برای ازی که ما بتانیم یک لوا بسیار خوبی برش آماده بسازیم با یک تخم پزی ضرورت داریم. میرقم خب و یک کمک روغن زیتون. ببینید که ما به بسیار سادگی و آسانی میتونیم یک لوا بسیار خوب و مزه‌دار برش آماده بسازیم. رام همراه با ربع هدیه. یک کمک نمک اضافه میکنیم و یک چیز دیگه هم هست که مرچ. نمک هم همین لحظه اضافه میکنم داخل تخم پزی همراه با روغن یک جو و مرچ سیار هم همراه با روغن یک جو اضافه میکنیم به خاطر اینکه میخوایم که کمک رنگ خوبی را بر خود بگیره و باز هم داخل ساس ازی اگر کمک ریحان اضافه کنید بسیار خوب میشه. و شما میتونید تایم سم اضافه کنید. تایم سم یک سبزی است که خسار خوبتر و بهتر و مزه‌دارتر آماده میسازه. همین بود هم موادش که هم موادش اضافه کردیم و باز هم منتظر ربع هدیه هستیم که گفتیم که ربع هدیه باز کردن سرپوش هم آسان است. دو سرپوش داره که این رقم فقط ها بازش میکنیم. در بازار روبه بسیار زیاد است که وقتی بریم اینقدر روبه است که بسیار زیاد، ولی برای کسایی که از روبه استفاده نکردن مشکل است که بگن که از کدامش استفاده کنیم. بهترین روبه است که هم غلیظ است میبینیم هم مزه‌دار است و با بسیار کم از این ما میتونیم یک قرمه بسیار خوب و با رنگ اصلی را آماده بسازیم. یک چند روبه دیگه است که نامش گرفته نمیتونم که مکمل از کچلو آماده ساختن رنگ اضافه کردن همراه با لواب کچولو، کچولو میده شده که مخصوص همراه با او روبای بازاری را آماده میسازن. خب پیرامام همراه با مرچ سیاه که بود، همراه با ریحان خشکی که داخل زیکر را اضافه کردیم بود، همین رقم باید یک کمک سرخ شوم. یک ترشیگه که خاص داره، باز میگن که روب ترش است، ترش نباشه، خشین باشه، همون روب است که از بادمجان رومی آماده میشه یک ترشی میداشته باشه. وای که شیرین است، ترش نیسته و از کچولو است، از او هیچ وقت استفاده نکنه. خب غذا آماده است، لوابه که برش راستیم این هم آماده شده، فقط یک چیز کمبود مانده که از داخل داش بیرونش کنیم، ولی ما میخوایم که کمک قسمت روی از اینا رنگ داشته باشه، میخوایم کمک که سرخ شده باشه تا ذائقه خوبی داشته باشه. گرچه سرخ شدن زیاد از این ذائقهش تغییر نمیده، ذائقهش چی تغییر میده؟ مواد اصلی که داخل دیگ آمده ساخته میشه. خب بازم پنیرش نمیخوایم خطر زیاد آب شود، فقط به میاندازه کافی است. مرچ دلمه زیره وقتی حرارت مواد برش برسه نرم می‌سازه و نباید مرچ دلمه را زیاد پخته کنیم. وقتی مرچ دلمه زیادتر پخته شود هم رنگ خود از دست میده، هم طعم خود از دست میده و برای از اینکه طعمش تغییر میکنه تلخ هم میشه. پس به خاطر از اینکه تلخ نشه مزه اصلی خود داشته باشه باید که به اندازه پختش کنیم. هم کمی که قرمه که داشتیم
خب ایره ما امیره خم آماده ساختیم. یکم هی چهار طرفش خوبی بسیار خوب ایره برای خود داشته باشه و با یک تانگ یا هزی چنگ کاز ضرورت داریم که اینا را همیشه از اینجا برداریم قسمت بگذاریم. ببینه هم خود غذا داغ است هم خورمش داغ است. وقتی که داخل ازی بگذاریمش کاملا پخته میشه و مزه اصلی خودم داشته باشن. یک دانه آخر که ماند او را در قسمت وسط و یا همی رقم شام سیز همی رقم بهتر است. بسیار مقبول مالا میشه تو یکش باشه. من میخوام یک شکمبو برسی پیدا میشه تا ازی استفاده کنه. خب اینا را آماده ساختیم. ظرفا که بیکار است قسمت میگذارم به خاطر اینکه نمیخوام دوباره کار ما را بگیره و گوشت هم مزه خوبی را برای خود گرفته که خوبتر آماده شده. کمی که تند است بس. از حالا قمانگر برنامه اشپزی ای بود برنامه امروز ما که امروز آماده ساختیم و این غذای خوب و مزه‌دار را پخته کردیم برای شما که فرمایش خود شما بود. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت قرار میگیریم با کاملا یک غذای جدید و مزه‌دار و لذیذ برای خود شما. هر یک شما رو به خدا پاک بینید. شما رو شاد و موفق و خوش خوشحال باشید. خداحافظ شما. گوشت مرغ با دلمه. گوشت مرغ، مرچ دلمه، روغن زیتون، کچالو، زردک، مرچ سیاه، بادنجان رومی، گشنیز، نمک و پنیر.